سلام، من داریوش محجوبی هستم و این یک قسمت دیگه از برنامه اجرایی کسب و کار قسمت نوآوری است. بذار بریم خلاصه کنم قسمت قبلی رو. قسمت قبلی در مورد طبقه‌بندی عامل‌ها یا فاکتورهایی بود که در یک کسب و کار موثره. اگه خاطرتون باشه من سه گروهش کردم، گفتم یک متغیرها فاکتورهایی هستن که میشناسیم و میتونیم انتخاب کنیم. ساختارها متغیرهایی هستن که میشناسیم و نمیتونیم انتخاب کنیم. پس قسمت بعدی ناشناخته هاست. ما چیزایی که نمیشناسیم رو باید بدونیم که وجود دارند. اینجوری نیست که انکارشون کنیم. و این یکی از تفاوت‌های مهم برنامه اجرایی در مقابل برنامه رسمیه. اینا رو به صورت یه مدل نشون دادیم که شکل سپایه بود. حالا این قسمت میام از یکی از اون سپایه پایه های اون سپایه شروع کنیم که با قسمت نوآوریه. میخوام ببینیم نوآوری رو چه شکلی باش برخورد کنیم. قسمت اول نوآوری فرایند ایده پردازیه، یعنی چه شکلی ایده رو میگیریم و این رو خلاصش میکنیم تا به صورت میبریم جلوتر. این رو من توی این قسمت خیلی خلاصه براتون توضیح میدم، ولی دفعه قسمت بعدی که در مورد تجاری سازی و نوآوریه این رو زیادتر توضیح خواهم داد، برای لازم داره برای اینکه ببینید چه شکلی به بقیه قسمت ها مربوط میشه. اینکه ایده از کجا میاد و چه شکلی ایده رو باید به صورت یک محصول خلاصه کرد. به طور معمول اینجوری است که ایده میاد و مثل یه قیف به یه طراحی محصول ختم میشه. این روند به شدت طولانی داره که ما قسمت اولش رو الان واقعا شکل ساختاریش رو نشونتون میدم، براتون توضیح میدم و بعدا بیشتر توضیح میدیم در مورد هر بخشش. بنابراین ما میگیم که فرایند ایده سازی چهار بخش داره. یکیش منبع ایده است. ایده رو از کجا آوردی؟ این مهمه. حالا براتون بیشتر خواهیم داد. مثلا شما میتونید یه ایده داشته باشین، میتونید از کپی از نفر دیگه بکنید با یه تغییراتی که بهتر پیدا کنه. این منبع ایده است. یا میتونه منبع ایده بر مبنای مشاهده یک نیاز باشه، یا مبنای ایده اونی که یک تکنولوژی هست شما براش کاربرد پیدا میکنید. اینها لیست منبع ایده رو که 12 تا گروه رو من در قسمت تجاری سازی و نوآوری توضیح بیشتر خواهم داد، ولی خواستم این قضیه بگم که فرایند ایده پردازی شامل چهار بخشه. یکی منبع ایده است، یکیش خود ایده است، ایده چی هست، یه محصول تازه. بعد یه قیف یا تبلور ایده است که باید از یه تعداد خیلی خیلی زیاد ایده شروع بکنیم تا با یک محصول های مشخص ختم بشه. این یه لوله نیست که از بالا شروع کنید به پایینش برسید. خواهیم دید که به شدت یه قیف خیلی بازی است و خیلی زمانبره. و قسمت بعدی مشخصهای محصوله، اینه که این محصولی که شما میخواید ارائه کنید مشخصهاش چیست. اول از همه این قضیه است که چه مشخصات داره. ما در مورد بازار و فروش و مسائل مالیش بحث نمی کنیم، مثلا چی هست که میخواید ارائه بدید. این بیشباهت هایی داره به اون تعریف محصول در ابتدای برنامه رسمی کسب و کار، چون میخوایم این دو تو برنامه اجرایی و برنامه رسمی رو در ادامه به هم پیوند بزنیم. ما برنامه رسمی کسب و کار رو با وجود مشکلاتش دور نمی اندازیم، به این دلیل که ابزار ارتباطی به شدت قویه. به این ترتیب این بخش ها رو شامل خلاصه میکنیم: منبع ایده، خود ایده، قیف ایده یا تبلور ایده و مشخصات محصول. مشخصات محصول رو اگر که بخواد انجام بشه میتونیم به این صورت خلاصه کنیم: یک، مشخصات خاص محصول. این چی هست؟ چه کارایی داره؟ چه چیزهایی درش هست؟ مثلا اگه کامپیوتره چه مشخصات، چه توانایی هایی داره؟ اگر لباسه چه تفاوتی با لباس های دیگه داره؟ چی هست؟ این لباسه روی لباسه زیر لباسه؟ کار انجام بشه. مشکلاتی که این محصول حل میکنه کاربردش چیه؟ چه کاری انجام میده؟ چه مشکلی رو حل میکنه؟ یا چه توانایی رو، چه نیازی رو رفع میکنه که قبلا در نظر گرفته نشده؟ محدودیتاش چیه؟ هر محصولی محدودیتایی داره. ببینیم محدودیتاش چیست. چهارمین مورد، محصولات مشابه این هست که همین نیاز رو رفع میکنه. شما وارد یه بازاری میشید، تنها فرد نیستید، ممکنه همون نیاز رو رفع کنه. فرض کنیم میخواین لباس، مغازه لباس درست بکنیم، بانه مثلا همون راسته ممکنه 10 تا مغازه دیگه باشن که همین رو ارائه بدن یا همین محصول ارائه بشه. در این محصولات مشابه که شما متو شما دید تفاوتایی توش بذارید که مشتری جذب بشه. دوم، محصولات هست که مشابه شما نیستن ولی همین نیاز رو رفع میکنند. مثلا
میخواید آسانسور بسازید، خب پله هست، خب پله میشه انجام داد. ولی تو خود پله مشکلی است که باید آدم راه بره، ولی همون میدونید که آسانسور و پله و واقع از این نظر محصولاتی هستند که به نیازهای مشابه رو دارن رفع میکنن به شکل‌های متفاوت. نکته ششم، بازار حدودی محصول شماست. بازارتون کی هست؟ عدد بازار من صحبت از نمی‌کنم که این بازار چقدر بزرگ است. بازارتون کی هست؟ مثلا خب لباس زنانه میتونه مسئله سر اینه که بازارش خانم است که انجام میشه. ولی یه چیزی که باید دقت کنید اینه که باید تفاوت بذارید، متوجه بشید که هر بازاری حداقل، یعنی خیلی از بازارها حداقل دو تا عنصر داره، دو تا بخش داره. یکی اون که می‌خره، یکی اون که مصرف می‌کنه. باید این رو دقت کنید. مثلا عروسک به عنوان مثال اگه دقت کنید میبینید که اون که مصرف میکنه مثلا یه بچه 5 ساله است، ولی بچه 5 ساله خودش عروسک رو نمیخره یا اسباب بازی. بذارید جمله رو درست بگم، اسباب بازی برای بچه 5 ساله، بازار مصرف کنندش بچه 5 ساله است، اما خودش از بچه 5 ساله عروسک رو نمیخره، یه نفر دیگه این رو میخره. عروسک کش تولید کنیم باید هر دو تا بازار رو در نظر بگیره، که اون که مصرفش میکنه، یکیش اون که میخره، اون که میخره هست. مثلا دارو خیلی پیچیده تره، ولی این چنین نیست که مصرف کننده و خریدار ارزامن یکی باشند. دوم، مورد قانونی، اخلاقی و رقابت در مورد محصول مورد نظر شماست. آیا محصولی تولید میکنید هیچ گونه مسئله قانونی داره؟ مثلا خب اگه دارو تولید میکنه شما مجوز دولت لازم دارید برای مسئله قانونی. مسئله اخلاقی هست، آیا این محصول موارد اخلاقی داره؟ آیا مشکلی نداره؟ و مسئله بعدی رقابت، آیا محصولاتی که با این دارن رقابت میکنن یا این با اونا داره میخواد رقابت کنه چه مسئله وجود میاره. و بعد مسئله اساسی اینه که این محصولی که شما انجام بدید چقدر برنامه زمانی طراحی خودش طول میکشه، چقدر طول میکشه تا قسمت تکنولوژی انجام بشه. و بعد مسئله بعدی قسمت های زمان احتمالی بقیه هست. این ما رو میکشونه به آخر بخش ایده پردازی، یعنی از ایده ماش، از منبع ایده شروع کردیم، اومدیم به خود ایده، قیف ایده و مشخصات محصول.